سلام و خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. امروز چهارشنبه ششم سنبله سال 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 آگوست سال 2019 میلادی. در نخست سرخط چند خبر مهم. رهایی شدن متن توافقنامه صلح آمریکا با طالبان. تلاش پنتاگون برای تجهیز قوای نیروهای هوایی کشور. اطمینان وزارت داخله برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری. هشدار پاکستان از بهر بستن راه‌های بازرگانی افغانستان با هند از حریم فضاییش. و کشته شدن 23 تن از اثر آتش سوزی در یک میکده در مکسیکو. آشوی خبرها. متن توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان نهایی شده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید هر دو طرف به توافق نزدیک شده اند و به زودی یک مژده خوب خواهند داشت. از سوی هم سخنگوی رئیس جمهور میگوید که قرار است به زودی زلمه خلیلزاد از بهر ارائه جزئیات گفتگوهایش با طالبان به کابل سفر نماید. در این حال وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که این کشور به دنبال حضور نظامی همیشگی در افغانستان نیست. گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان تا ناوقت دیشب به وقت محلی ادامه یافت و قرار است امروز چهارشنبه دوباره از سر گرفته شود. هرچند جزئیات این گفتگوها روشن نیست، اما منابعی از طالبان به رسانه‌ها گفتند متن توافقنامه میان آمریکا و طالبان نهایی شده است. توافقنامه نهایی شده. البته مسوده توافقنامه یک مسئله بسیار نهایت مهم است از لحاظ ماهیت حقوقی و عبارات تقنینی توافقنامه که روی زی دقت زیاد صورت میگیرند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت کوتاه نگاشته است هر دو طرف به توافق نزدیک شدند و ابراز آرزومندی کرده است که به زودی یک مژده خوب خواهند داشت. دوار طرفو که به زندانیان آزادی طالبان به هم خپل لیست ورکوي، حکومت به هم خپل لیست ورکوي، نو هغه زندانیان چې په لیست کې شامل وي. همزمان با این سخنگوی رئیس جمهور میگوید قرار است در یک یا دو روز دیگر زلمه خلیلزاد از بر شریک ساختن جزئیات توافق آمریکا با طالبان با حکومت افغانستان به کابل سفر نماید. تا یک یا دو روز آینده به کابل بیاید و اطلاعات و معلومات لازم را از پیشرفتشان در راوند نوم با رئیس جمهور افغانستان و حکومت افغانستان شریک بسازند. ای که متن کی نهایی میشه و چی وقت نهایی میشه این را بگذارین به فردا و پس فردا. افزون بر این وزیر امور خارجه آمریکا میگوید از یک سال بدین سو گفتگوهای صلح با طرفهای افغان آغاز شده و رئیس جمهور ترامپ متحد است که توافق درست با طالبان انجام شود. او بار دیگر بر خروج نیروهای کشورش از افغانستان سخن زده و میگوید آنان هرگز به دنبال حضور نظامی همیشگی در این کشور نبودند. حقیقت این است که آمریکا نمیخواهد در افغانستان حضور نظامی داشته باشد. ما در حال تعامل با همه افغانها در مورد صلح هستیم. اما تا اکنون واضح و روشن نیست که روند صلح و اصلاحات در افغانستان چگونه به نقطه پایانی و نتیجه بخش خواهد رسید. اما رئیس جمهور ترامپ برای من صریحاً هدایت داده است تا شمار بیشتر سربازان آمریکا را از افغانستان به کشور برگردانیم. من مطمئن هستم که این کار را انجام داده می توانیم و اطمینان می دهم که هیچ حادثه هراس افغانانه دیگر در آمریکا رخ نخواهد داد. با این همه گزارش ها می رساند که دو طرف در حال تطبیق دادن متن های انگلیسی، دری و پشتو هستند تا بین این نسخه ها اختلاف وجود نداشته باشد. منابعی از طالبان همچنان گفتند پس از امضای این توافقنامه گفتگوهای بین الافغانی شروع خواهد شد و در آن در مورد یک آتش‌بس دائمی و همه جانبه و نقشه را برای آینده افغانستان گفتگو خواهد شد. فساد اداری چالش بزرگی در کشور است. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی با بیان این مطلب کاخ ریاست جمهوری را به بی‌عدالتی متهم می‌کند. در این حال انجمن کوچه‌ها که امروز در نشست از بهر پشتیبانی تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری آقای عبدالله در کابل برگزار شده بود، آقای غنی را به دروغگویی متهم کردند.
انجمن کوچه ها با رقص و پاکوبی و پشتیبانی تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله این دسته انتخاباتی را به پایان دادن ناهنجاری ها و بی‌عدالتی ها در کشور سودمند می‌دانند. آنان از کارهای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سخت انتقاد می‌کنند. والا په دروغ او په وعده خلافیو کې ماستری لري یو مغرزه حلقه په ار کې حاکمه ده ستاسو پاک او مقدس رای باندې معامله وکړه او خپل مفسد او مغرز هغه اشخاص دوی په اشاره چریږي هغه ستاسو استازي وټاک چې دغه محرومیت نه راوځي او دا د دې سبب سو چې د هواد دشمنان دغه مظلوم قشر د دې ځوانان د غلیم پلاس مختلف الو به شکل استعمال عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری فساد را چالش بزرگ در کشور دانسته و وعده های بسیاری برای رسیدگی به وضعیت کوچی ها و ناگواره های جاری در کشور می دهد. متاسفانه اداری فساد یا لوی ستون زده په افغانستان که چرت اول منابع کم و بیا چه منابع وی اغم د فساد په سلسله وروکیجی. از سوی هم عضو تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی کاخ ریاست جمهوری را متهم به بی‌عدالتی می کند. ظلم روان ده، دا حکومت ده عدل حکومت نده، من ده عدل حکومت غالو. حکومت در این باره چیزی نمی گوید، اما پیش از این مشاور رئیس جمهوری گفته بود که آقای عبدالله شریک قدرت و به همه تصامیم حکومتی سهیم است. سازمان عفو بین الملل ابراز نگرانی می کند که در توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا مسائل حقوق بشری نادیده گرفته شود. معاون بخش آسیای جنوبی این سازمان میگوید که در روند صلح کافی نیست که انفجار بم توقف پیدا کند، باید به توسعه و مشکلات مردم نیز رسیدگی شود. از سوی هم اعضای این سازمان تاکید میکند که حکومت برای تامین امنیت مدافعان حقوق بشر توجه ندارد، اما حکومت خود را متحد برای حقوق بشری میداند. توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا نهایی شده، اما خوشبینه ها و نگرانه های بسیاری در مورد آن مطرح می شود. چنانچه سازمان عفو بین الملل می گوید در مورد اینکه صلح بیاید ما به حقوق بشر توجه داریم. نگران هستیم که مسائل رسیدگی به حقوق بشر نادیده گرفته شود، اما بخش زیاد از آن بستگی به مردم افغانستان دارد، آنهایی که در جنگ قربانی دادند. اما صلح باید صلحی را به میان آورد که زنان به مکتب بروند و در اجتماع فعالیت کنند. نگرانی این مقام سازمان عفو بین الملل در مورد روند صلح جدی تر است، زیرا به باور وی هنوز تغییراتی در رویکرد طالبان دیده نشده است. تا هنوز چیزی ندیده ایم که رویکرد طالبان تغییر کرده باشد، اما دیده ایم که مرتکب خشونت های بیشتر شدند. در کنار آن دولت افغانستان و نیروهای خارجی نیز مرتکب خشونت شدند. در روند صلح کافی نیست که انفجار بم توقف پیدا کند، باید به توسعه آموزش و پرورش و مشکلات مردم رسیدگی شود. این سازمان از آنچه بی‌پروایی حکومت در قبال مدافعان حقوق بشر می‌داند نیز ابراز نگرانی می‌کند. تعداد بر علیه مدافعان حقوق بشر وجود دارد، حمایت وجود نداره، نه از طرف جامعه جهانی، نه از طرف دولت افغانستان. به رسمی شناختن کار مدافعین حقوق بشر در افغانستان ما فکر میکنیم یکی از اولویت هایی است که باید حکومت افغانستان مسئولیت چه بگیرد. سخنان که حکومت افغانستان در برابر آن این گونه پاسخ میدهد. اما کمی و کاستی هایی که در اجراءات حکومت افغانستان بوده، ما امیدوار هستیم که نهادهای مسئول به ویژه نهادهای امنیتی ما در اجراءاتشان بهبود بیاورند و آنچه که تقاضای نهادهای محترم حقوق بشری یا فعالان حقوق بشر است ما به او بتانیم بپردازیم. این همه سازمان عفو بین الملل بلند بدن تلفات افراد ملکی را نگران کننده دانسته و تأکید می‌ورزد که باید عاملان تلفات افراد ملکی زیر پیگرد قرار گیرند. در آستانه نهایی شدن توافقنامه صلح میان نمایندگان آمریکا با طالبان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر برگزاری انتخابات در زمان معین آن تاکید دارد. اما عبدالله از نامزد دیگر و شریک قدرت آقای غنی صلح را اولویت می دهد. در این حال شماره از نامزدان دیگر انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه های متفاوت در مورد صلح و انتخابات دارند. در آستانه نزدیک شدن امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، رئیس جمهور غنی که یکی از نامزدان ریاست جمهوری است تاکید بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دارد. دور اول که خدای کلش نبوده بیال اخنه دولش پر حساب کرده.
در این میان شریک 50% قدرت که از رقیبان سرسخت آقای غنی می باشد، صلح را پیش از برگزاری انتخابات اولویت می دهد. سوده دغه فرصت نه په استفاده سره تاسو ته زداد ورکوم، داد ورکوم چې د سولې په خاطر او د رښتینې سولې په خاطر او د تلپاتې سولې په خاطر پوره ژمنتیا لرموش. ما مخکې هم ویلی ده که یو ورځ مخکې د انتخابات یو ورځ پس د انتخابات څخه دا فرصت برابر شو، موږ او تاسو ورته آمادګي لرو. همزمان با این برخی از نامزدان ریاست جمهوری میگویند صلح را نسبت به انتخابات ترجیح میدهند، به شرط آن که صلح روشن تضمین شده و برگشت ناپذیر باشد. ما به هیچ صورت حاضر نیستیم که انتخابات به عنوان یک پروسه دموکراتیک فدای یک صلح مبهم، یک صلح ناروشن و یک صلح پشت درهای بسته و صلحی که در نبود نمایندگان واقعی مردم افغانستان صورت میگیرد. در همین حال یک شمار نامزدان دیگر انتخابات ریاست جمهوری با ابراز نگرانی میگویند که در حاشیه صلح قرار داشتند. نه از مسائل صلح با خبر هستیم و نه از تضمین شفافیت انتخابات مطمئن هستیم. پس معلوم است که با وضعیت موجود هر طرفی که بریم ما مشکل داریم. ما حاضر نیستم مردم افغانستان را قربان فیصله های بکنم که پشت درهای بسته و خارج از حضور مردم افغانستان صورت میگیره. شما میفهمین که این مذاکراتی که در قطر در حال انجام است، این مذاکراتی است که در او مردم افغانستان حضور ندارند. با این همه نگرانی دیده شود که انتخابات نهمین دور مذاکرات آمریکا با طالبان روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان اثر خواهد گذاشت و یا بار دیگر مردم در زیر سایه جنگ روانه روند ملی خواهند شد. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که بر اساس قرارداد جدید چرخبالهای جنگی به نیروهای هوایی افغانستان کمک خواهد کرد. به گفته پنتاگون چرخبالهای MD-ENC از قابلیت‌های جنگی خوب برخوردار بوده و در تقویت قابلیت‌های نیروهای هوایی افغانستان از آن کار گرفته خواهد شد. حکومت افغانستان از این اقدام ستایش می‌کند. احمد شکیب محمدی. کمک آمریکا به نیروهای هوایی افغانستان. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که قرار است بر بنیاد یک قرارداد جدید این بار چرخبالهای MD-ENC آمریکایی را که از چرخبالهای جنگی به شمار می روند به نیروهای هوایی افغانستان کمک کند، اقدامی که در راستای تقویت قابلیت‌های این نیروها انجام می شود. این کمک حکومت افغانستان را نیز خرسند ساخته است. در قسمت کمکشان که اعلان شده ما استقبال می‌کنیم از این کمک. یگانه خواست حکومت افغانستان در چند سال گذشته ای بوده تا بالای نیروهای هوایی ما، ظرفیت‌های نیروهای هوایی ما سرمایه گذاری بیشتر شود و ما از کمکشان استقبال میکنیم، خواهان حمایت‌های بیشترشان هستیم، کمک‌های بیشترشان هستیم. به گفته پنتاگون انتظار می‌رود این کار تا 31 ماه می سال 2020 میلادی عملی شود. به گفته آگاهان نظامی این چرخبال‌ها جنگ را به سود نظامیان کشور در میدان‌های نبرد تغییر خواهد داد. اگر قوت‌های هوایی ما به مو اندازه‌ای که ضرورت کشور است حضور داشته باشد در کشور و بجنگه، معلوم که پس که قوت‌های حرس افغان‌ها بسیار زود مات میشه. از اقدامات بسیار خوب و ایالات متحده آمریکا است. اگر قرار باشه که ما از نظر هوایی واقعا تجهیز باشیم، بدون شک ما نصف بیشتر از جنگ افغانستان را برنده میتونیم باشیم. امریکا از شمار کشورهایی به شمار می رود که پیمانهای متعدد نظامی با افغانستان بسته است و بر بنیاد این پیمانها واشنگتن باید از نظامیان افغانستان به ویژه نیروهای هوایی این کشور پشتیبانی کند، زیرا این نیروها در برابر هراس افغانان بین المللی می رزمند. وقفه کوتاه و دوباره برمی گردیم. ادامه خبرها. پاکستان در مورد بستن حریم فضایی خود بروی پروازهای هند و بستن راه‌های بازرگانی زمینی بین افغانستان و هند هشدار داد. در تازه ترین مورد وزیر ساینس و تکنولوژی پاکستان در صفحه توییتر خود نگاشته است که در تلاش یافتن راه‌های حقوقی بستن حریم فضایی و زمینی این کشور بروی هند و افغانستان است. در این حال مسئولان اتاق تجارت افغانستان این اقدام پاکستان را به زیان اقتصادی افغانستان و پاکستان می‌دانند.
افغانستان در میان تنش‌های سیاسی هند و پاکستان زیان‌های اقتصادی را متقبل می‌شود. شش ماه پیش پس از آن که تنش‌ها میان هند و پاکستان اوج گرفت، پاکستان حریم فضاییش را بر روی پروازهای هند بست و پروازهای افغانستان و هند نیز با مشکل روبرو شد و از دو ماه بدین سو روابط دوباره عادی شده بود. اما اکنون بار دیگر پاکستان از بستن حریم فضاییش بر روی هند و بستن راه‌های زمینی بازرگانی افغانستان به هند هشدار داده است. خوشبختانه بل زیاتر هم ستونز زمور در چه به هر دم رفع کواله شید چه مستقیم زمور سی تاجران را تگوره تک وینده تاجران در پاره شا اسانتیه ویشته وابستگی به اگرا بسیار تاثیرات منفی خود داشت. هر از گاهی اگر مناسبات سیاسی خوب نمی بود باعث می شد که تاثیر منفی بالای رای ترانزیتی تجارت داشته باشه. کالاهای ما، موترهای ما ساعتها، هفته‌ها حتی ماه‌ها متوقف می‌ماند که یک ضربه به سکتور خصوصی بود. در همین حال وزیر خارجه هند در واکنش به این اقدام پاکستان گفته است پاکستان در تلاش ایجاد چالش میان روابط بازرگانی افغانستان و هند است. ما همواره تلاش کردیم تا به افغانستان رابطه بهتر اقتصادی داشته باشیم، اما برخی از کشورهای همسایه میان رابطه اقتصادی این دو کشور همیشه ممانعت ایجاد میکنند و این کار همسایه ما بسیار زیان‌آور است. اعضای بخش خصوصی نیز این کار پاکستان را به زیان افغانستان و پاکستان میدانند. هرگاه مشکلات ایجاد بکنند به ضرر هر دو کشور است، هم به ضرر افغانستان است که ما اقلام صادراتی خود نمیتونیم به کشورهایی که از مسیر پاکستان عبور میکنند صادر بکنیم و هم به ضرر خود پاکستان برازی است که حق ترانزیت میگیرند. این در حال است که پس از هر تنش سیاسی میان افغانستان و پاکستان و پاکستان هند به گونه خلاف قانون جهانی و با زیر پا کردن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی راه ترانزیتی خود را بر روی افغانستان میبندد. بیش از 600 خانواده در ولسوالی کلکان کابل از انرژی برق دوامدار بهره مند شدند. مسئولان شرکت برشنا میگویند که با نصب 3 ترانسفورمر برق به ظرفیت تولید 100 کیلووولت در ولسوالی کلکان که در مسیر لاین انتقالی ازبکستان قرار گرفتند، 80% باشندگان این ولسوالی ها از داشتن برق دوامدار بهره مند شدند. پس از گذشت 18 سال سرانجام با نصب 3 ترانسفورمر برق با ظرفیت تولید 100 کیلوولت باشندگان ولسوالی کلکان ولایت کابل که در مسیر لاین انتقالی ازبکستان قرار گرفتند از انرژی برق دوامدار بهره مند شدند. مسئولان شرکت برشنا میگویند دشواری باشندگان ولسوالی کلکان از نبود برق تا 80% رفع شده و این نهاد تلاش می‌ورزد تا در آینده نزدیک تمام روستاهای این ولسوالی را از انرژی برق دوامدار بهره مند سازد. دری پای ترانسفورمر چې تقریبا ناری او 200 کورو ته برق ورکړي، 400 کور او 2500 کور دغه ترانسفورمر برق ورکړي، په حدود 800 تر 1000 کورو پورې باید موږ برق ورکړو. خاص مو یی است که دیگه قریه های ما که هنوز برق ندارن و در تاریکی و سلا زندگی میکنن، از شرکت محترم برشنای کابل خواهش مو یی است که اونا هم تحت پوشش قرار بدن. از سوی هم باشندگان ولسوالی کلکان آمدن برق را در این ولسوالی در پیشبرد کار و بار و زندگی مردم سودمند می دانند. بدون واسطه و وسیله صرف از دلبار خدا که دیما نی وکیل کده نی ولسوالی کده و نی خوب بود. این امروز برق آمد و روشن شد و ما هم خوش هستیم، کل قوم هم خوش است، از دولت هم خوش هستیم. دو سال این امروز ما مستفید یا سبا یا دیگه سبا مستفید از برق میشیم. تالی میتران آمده میتران بیا بخیر مستفید از برق میشیم. گفتنی از همکنون شمار زیادی از باشندگان قرا و قصبات دور و نزدیک ولسوالی کلکان با ویژه قریه قلعه خواجه که در 50 متری جاده عمومی کابل پروان قرار دارد، با وجود این که از 3 سال بدین سو پایه های برق نیز در این قریه نصب شده است، اما به دلیل بی‌توجهی شرکت برشنا تا هنوز از انرژی برق بهره‌مند نشدند. نرخ اسعار نگاه برویدادهای جهان. شما نظامیان کرد مورد پشتیبانی آمریکا از مناطق مرزی با ترکیه در حال عقب نشینی هستند. با گزارش خبرگزاری ریوترز، واحدهای مدافع خلق امروز نخستین گام های عملی
در این جهت را با خروج شماری از جنگجویان از دو ناحیه نزدیک به مرز ترکیه برداشتند. در این حال ترکیه تهدید کرده است که در صورت عدم خروج واحدهای مدافع خلق از ناحیه مرزی و ایجاد یک منطقه امن این شبه نظامیان را آماج قرار خواهد داد. مقام‌های فلسطینی میگویند که در نتیجه دو انفجار بر پاسگاه‌های پلیس در نوار غزه دست کم 3 تن کشته شده و شمار دیگر نیز زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری یوترس، مقام‌های جنبش حماس که نوار غزه را اداره می‌کنند، در این منطقه حالت اضطراری اعلام کرده است. به گفته این مقام‌ها تا اکنون عاملان این انفجارها شناسایی نشده‌اند، اما تلاش‌ها برای بازداشت آنان ادامه دارد. نوار غزه که مهمترین پایگاه ضد اسرائیل در سرزمین فلسطین است، پیش از این گواه حمله‌های هوایی اسرائیل بوده است. در نتیجه آتش‌سوزی در یک میکده در شهر بندری کوتزاکولا واقع در جنوب مکسیکو دست کم 23 تن کشته شدند. بر بنیاد گزارش‌ها مقام‌های پلیس مکسیکو گفتند که احتمال این آتش‌سوزی عمدی بوده است و بررسی‌ها در این باره ادامه دارد. پیش از این بیش از 10 تن دیگر نیز که در این رویداد زخمی شدند و به بیمارستان منتقل شدند. وضعیت بهداشتی شماری از آنان وخیم گزارش شده است. این شهر پیش از این گواه درگیری بانهای قاچاق مواد مخدر بوده است. و پس از چند روز آرامش در شهر عدن یمن، درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان جدایی طلب آغاز شده است. با گزارش خبرگزاری ریوترز، نیروهای دولتی که از پشتیبانی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نیز برخوردار است، دیشب بر موازی شبه نظامیان جدایی طلب در شهر بندری یمن حمله کردند که با واکنش این شبه نظامیان روبرو شد. جدایی طلبان نیز از پشتیبانی امارات متحده عربی که در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شامل است برخوردارند. و رسیدیم به پایان برنامه خبری این ساعت. ممنون از همراهی. وقت شما خوش.